بفرمایید خواهش بفرمایید خواهش کنم بفرمایید بله بله این از حیاتش میبینی چقدر باصفاست بله 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 جای زندگیه واحدش هم طبقه دومه جای خیلی خوبیه دست شما در نکنه احمد آقا فقط یه مسئله این که همسایه‌هاش چطورن همسایه‌هاش خیلی آدم های خوبی هم بی آزارن این خودت آقا بله دست شما در نکنه خواهش میکنم شما اصلا میدونید این فرش چقدر قیمتشه شما اصلا میدونید این فرش مخصوص صادرات ببرمش آلمان چند میخرن ازم خب بابا اکشان یه دقیقه ببینیم نگاهی ما بکنیم بندازیم اگه میخواید ببینیدش مشکلتون اینجوری حل میشه بفرمایید آقا نگاه بفرمایید ظاهر باشه فرشه این؟ نه پس لاف کرسیه فرشه دیگه همون لاف کرسیه با این چه فرشه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آقا داری چیکار میکنی برو اون برا با همیشه داره رو فرش رد میشه خجالت نمیکشین آخه این فرشی انداختین تو لابی خجالت چی همه آقا درست صحبت کن ببخشین فرش عتیقه شما رو لغت کرده خواهش زشت اینجوری با احمد آقا صحبت میکنی با بزرگتر توه خب همجی سرش میندازی پای رو فرش من رو رد میشه خب آقای ورزی اینو ببری بازار ازت بهتر میخرن اینجوری مفت میخرن ازت نه آقای قوامی اینو بذاره پشت موتور پشت ماشینم ببره تا اونجا همش خورد میشه این همش پوسیده ورزی جون بریم تو حیاط تو نور من یه بار دیگه ببینم زیاد بدم نمیاد شاید خودم خریدم آقا اگر خریداری بفرم احمد آقا دست شما درد نکنه ظاهر و باطن همینه که هست دیگه نه بابا مگه میخواییم چی کار کنیم میخواییم یه جایی باشه بگیریم بخوابیم دیگه خیلی هم خوبه راستی همسایه ها چطوره؟ هیچی تو دلشون نیست آدم های خوبی هن آزارشون به کسی نرسیده تالا کسی صداشون هم نشنیده نه بابا حق دارن راجع به اون فرش هم معلوم بود که فرش قیمتیه براشون مهم بود شاید عتیقه باشه اصلا به حال جای خوبیه ممنونم خواهش میکنم عیبی نداره مبارکت باشه اگه کاری هم داشتی به من زنگ بزن باشه حتما قربونت برم سامان بس چی اینو میکنی سامان بابا این اصلا پوسیده یه ذره پرز نداره آقا تو چیکار به پرزش داری مگه میخوای فرچه بخری این فرش پا خورده اینجوری شده آقا این باید اول رفو بشه بعد بیت خوردگی هم داره نگاه کن باور کن جواب قوامی من اگر پول لازم نبودم فرش زیر پامو نمیفروختم این آشغالو انداخته بودی زیر پات مگه چشه آقا این یه اصطلاحه سلام بر نیرو انتظامی تهران بزرگ خواهش میکنم سلام خوبی راحت باشید راحت باشید راحت خوب هستین جناب سلام سلامت باشید بالاخره این احمد آقا یه آدم حسابی آورد تو بله بله واقعا وجود یه پلیس به عنوان همسایه مساوی با امنیت و آسایش و آرامش خیلی ممنون اتفاقا جناب سلام همین دیشب من داشتم خواب پلیسی میدیدم بابا تو خوابم پلیسا برنده شد تو خوابم چیز کلاهبرداری میکنی دستگیر دم کردم من خیلی خوشحال و خوشبختم که شما رو دیدم من یه سمیناری هستش که باید تو اون شرکت به عمل برسونم و بله البته سمینار تموم که بشه باید دیگه رفع زحمت کنم چرا اینقدر زود چون سرمون تشریف داشته باشین همین طبقه که هستین خالیه بکنش پلیس به اضافه ده باشید اینجا سامان جان سامانی ما نمک ساختم بله بله اصلا ما رو خوشحال می‌ذاریم می‌خندیم باور کنید که اصلا خودم هم دوست داشتم بمونم ولی به هر حال سمینار که تموم بشه باید رفع زحمت کنم میگم جلسه من فرش رو برای خونه ببری بچه‌ها رو خوشحال کنی بله 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 آقا من سمینار دارم میرم اصلا وسیله هم امرام دارن تاشو میبرن خبر آزاد آزاد سلام خواهش می‌کنم وایزاد سلام خدا حافظ خدا نگهدار عجب جناب سربان خوشحالی بودا برای چی؟ اینجوری بدتره
آقا خیلی محکم زدیم به پشت، اینجوری نمیشه. نه نمیشه. خیلی هم محکم نزدی به پاش، این محکم زده بودی یه چیزی میگفت. بی خود موضوع رو گنده نکن، ما چه میدونیستم اصلا یارو طرف پلیسه. آقا اگر بی خودی گندش کنیم به قول آقا قوامی تابلو هم میشه، اون وقت فکر میکنه ما ترسیدیم. آقا اصلا میخوام یه کاری بکنیم، اصلا میخوام یه کاری بکنیم، ما کاملا عادی باش برخورد میکنیم، انگار که نه انگار اتفاقی افتاد. ما عادی عادی. آره عادی. بریم سر کار. سلام، من سروانم. واسه ما جناب سرنگی. حالا چرا هست؟ بچه همسایه خوابه، ما یواش صحبت میکنیم، تو ساختمون ما رعایت میکنیم همه چی. من مهندس سامان هستم، همسایه طبقه بالایی. چند باری دیدمتون، گفتم تنهایی ایجاد قضا نداشته باشی، مادرم قضا پخته بود، من میارم خدمت. تنهایی؟ یا الله یا الله. کاش میومدی تو مهندس. فرفرم بده. خوش باره جناب سلام میگم. خواهی میکنین دیگه، پلیسین، همه جا تحویلتون میگیرن، ازت میترسن. نه بابا، ما هم اینه شما این چه فرمی. نه اینه ما که نیستی جناب سلام، کارت درسته. من صد بار خواستم دانشگاه افسری برم، نشد. چرا؟ این امتحان ورودیش هست، این آزمون عملیش هست، تیکه های نظامی باید بیاییم و مانورهای نظامی اونجاش رد میشدن. این یه تیکه که از سیم خاردار تزدیل سیم خاردار میرن، من یه گیر میکردم، تو سیمچین میآوردن تا درم بیارن، دیگه نفر آخر میشدم، رتبه هم کم میشد. ای بابا، خب الان چیکار میکنی؟ شغل آزاد دارم. پس وضعت خوبه؟ نه جناب تران، زیاد خوب نیست. از شما چه پنهان؟ گیره گواهینامه رانندگی هم برم توی آژانسی جایی کار کنم، بالاخره خرج مادرم و برادر کوچیکم رو میدم، خواهرم هم تو شهرستان درس میخونه. خب میگه کار نداره که، برو امتحان بده، گواهینامه تو بگیر. هفت بار این نامه رد شدم. اون قبلا این کتابا کوچیک بود، راحت میشد امتحان داد، الان کتابای بزرگتر شده جلدش هم نمیشه فهمید، انقدر سخت شده من دیگه بی خیال شدم. به هر حال قانونه، باید یاد بگیری. خیلی هم مهمه، ما اصلا تو فامیل هم پلیس نداریم. خب که چی؟ که چی؟ میگم همسایه خوب از فامیل هم بهتره. بابا ما که اصلا نمکگیر شما شدیم. نکرتم. چی بگم؟ جاب سربان پیاز میخوری؟ پیاز نه خیلی ممنون، به اندازه کافی نمکگیر هستیم. نکردم. دست در نکنه. میگه نمک دارم. ای بابا. میگم جاب سربان میتونی اونجا که هستی بالاخره پلیسی دیگه، یه کاری برام بکنی، یه سفارشی بکنی. گواهینامه هست دیگه. میگم این صابخونه اینجا چقدر اینجا رو پای ما گرون حساب کرد؟ نه بابا، احمد آقا آشناست، به من یه ندامی دادی واسه تخفیف میگرفتم، الان من باش صحبت میکنم ارزونش کنه. نه بابا زحمت نکشید، ما به اندازه کافی نمکگیر هستیم. نکردم جا زرو. اصلا دیروز یه آژان سوار شدم، یه چهار تا کوچه ما رو آورد بالا، باورت نمیشه 8000 تومان پول گرفت. ای نامردا، الان من گواهینامه داشتم تو آژانس کار میکردم، شما سوار میکردم، به جون خودم از شما هیچی پول نمیرفتم. نه بابا دیگه چرا مزاحم شما بشیم، اصلا زندگی تو تهران پرهزینه شده. پس جواب سرما قضیه گواهینامه رو حل میکنی؟
باور کن من سرپستم اصلا از این کارا برای فامیلم هم انجام نمیدم، ولی دیگه اینجا نون نمک خوردیم چی بگم؟ خیلی نوکرتم، دست درد نکنه جناب سرو. ولی فقط ازت یه خواهشی داشتم که پیش کسی اینو نگی، یه وقت توقعی برای کسی ایجاد نشه. چشم. ممنونت میشم. چشم. کارت هم حله، اونجا به بچه های راهنمایی میگم که کارت انجام بدن. من نه باید لیسانس باشه انجام سرو راهنمایی. نه بچه های راهنمایی رانندگی رو گفتم. که متوجه شدم پلیس های راهنمایی رانندگی. بله بله دست شما درد نکن. شما بخورین جناب سرو. بله دست شما درد نکن. پس قضیه حل. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ببخشید صداتون رو بیارید پایین، بچه همسایه خوابیده یه موقع بیدار میشه. حالتون خوبه؟ بنده کسرا قوامی هستم، مدیر عامل شرکت باغ کسب یاران. بله بله خوشبختم. امری باشه در خدمتتونم. خواهش میکنم، قرض از مزاحمت میخواستم شما رو دعوت بکنم یه فنجان چای در خدمت باشیم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم چای خوردم خوشحال میشم. در منزلتون رو ببرید. بفرمایید. گیر میشم. خدمت نمیرسید. بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدید. صفا و گل مزاحمت. ما ارادت خوب هستین شما که جناب سرون؟ میگم کار شما هم خیلی سخته، واقعا خسته نباشید. بله به هر حال هر کار سختی خودشو داره دیگه. بله. شما فهمیدی کارتون چیه؟ کار ما هم یه جورایی سخته. البته ما یه شرکتی داریم به نام باغ کسب یاران، سه نفریم شریکی، من پایین شرکت بود. بله. البته قانونی ها مجوز رو گرفتیم. حالا یه تشریف بیارین حتما در خدمت شما هستیم. سلامتی. خیلی خیلی خوش آمدید. دست شما درد نکنه. سلامت باشین. بفرمایید. بله جان سرما، ما یه مدتی خارج بودیم، یه چند سالی زندگی اونجا کردم، ولی اومدم ایران باور میکنی با هیچ کسی ارتباط ندارم، نه با کسی دوست شدم، نه رفت آمدی دارم. خودتون که بهتر میدونی با هر کسی نمیشه ارتباط برقرار کرد، یعنی اعتماد نمیشه کرد به کسی. درست میگم جان؟ بله. اصلا زمانه یه طوری شده که اصلا تا آدم آشنا نداشته باشه کارش را نمیفته. ای قربون دهنت، گل گفتی واقعا، من همینو میخواستم بگم جناب سرو. عرضم حضورت من یه مشکلی دارم، این پاسپورت من یه اشکالی داره، هر کاریشم میکنم درست نمیشه، نمیدونم چی کار باید بکنم. حقیقتش نمیدونم، تا قبل از اینکه این چایی رو بخورم نمیدونم، واقعا میتونستم بگم نه، ولی دیگه این چایی رو خوردم و اینم نمکش ما رو گرفت، دیگه چی بگم، چی میتونم بگم. من اصلا برای فامیلم هم این کارا نمیکنم. دست شما درد نکنه، دست شما درد کنه. به هر حال ما همسایه شدیم، چشمون تو چش هم میفته. اصلا همینه. بفرمایید. میوه بفرمایید. دستون درد نکنه. فقط این مسئله ای که هست جانم، این قضیه رو کسی چیزی راجبش نفهمه، بعدن انتظار پیش میاره، بعد گرگی میکنن. دوست ندارم که فکر کنم. نه جناب سروان، اصلا خیالت راحت، هیچ کسی جز من و شما خبردار نمیشه. بعدشم دهن قرص‌تر از من اصلا توی ساختمون نیست. ببخشید جناب سروان، خیلی عذر میخوام. یکی از دوستای من حدود 1,000,000 تومان خلافی ماشین داره. میخواستم خواهش کنم اگر شما میتونید در حیطه اختیاراتتون هست البته یه کاری کنید، یه نموری کم بشه. خیلی ممنون. صفر بشه. بله چرا نمیشه. البته بابت انجام این کار ما باید یه دو سه نفری رو ببینیم که اونم دیگه به هر حال میدونید اونم زیاد ندارن. بله دوستشون رو خیلی قانونی ها، خیلی رعایت میکنی، ولی خب دیگه دوربین و در حال پیش میاد دیگه. بس حل دیگه جان سروان.
خودشون به هر حال حالا که عکس گرفتن ازشون یه مقدار کار سخت میشه. ما باید اون دو سه نفر رو ببینیم، اونا هم دیگه به هر حال یه مقدار بله بله درست، اون اصلا مشکل نیست، اون حله. شما کارتو بگو اون حله، دستون در من حالا بعدا بهت میگم اون حله. جناب سربا این چایی امشب ما رو گرفت خلاصه نمکیرمون کرد. شیرینی میخوایم برم بیارم؟ نه شما شیرینی رو میدی؟ باش بعدم بیت باش بفهمید میگم. من خواهش میکنم بفهمید اگه شیرینی میدید بیارم. ممنونم آقا، دیگه نمکگیر شدیم. پس میشه یه صفر کنی خلافیشو؟ آره جان سربون. بله من باید اون دو سه نفر رو ببینم، این اصلا تو هیته کاری من نیست. من متوجه میسپارم اونم دیگه. من بسه نه اون حله، اون حله حوالش تایی بشه دوستش دانشجوه برخواد یه ذره دستش دنگه بس صفر میشه دیگه. سلام علیکم. احوال شما جناب سروان؟ حال شما خوبه؟ بنده برزی هستم، بابک برزی. بابا بابا بابا. از مدیران ارشد شرکت باغ کسب یارا. خوشبختم. بفرمایید نون. خیلی ممنون. تازه بس اونو خوردم. نمک نداری؟ بفرمایید. ما اصلا دیگه اینجا به اندازه کافی نمکگیر شدیم. ممنونم. دستون درد نکنه. با اجازتون برم. چون برم قربون، چون برم فر. جناب سروان عذر میخوام، یه عرض کوچیکی من داشتم خدمت. بفرمایید. میخواستم خدمتتون بگم که شما الان تشریف میبرین سمینار؟ با اجازتون. عذر میخوام، من یک کار خیلی کوچیکی داشتم، یعنی که برای بنده حقیر اگر امکان داره. من خواستم بفرمایید. میتونم در گوشتون بگم؟ بله بفرمایید. ببخشید ها. ببخشید. خواستم بگم که این خیلی کار بزرگیه. میدونم یکم سخته، ولی خب شما از پسش برمی. خب خوبه که میدونید، ولی باور بفرمایید اگه به خاطر این یه لقمه نون نبود و نمک گیر نشده بودم اصلا انجام نمیدادم. به هر حال جناب سروان، لطف همسایه به همسایه مثل لطف برادر به برادر میمونه. شما لطف کنید. بله بله، ولی باور بفرمایید من اصلا این کارو برای فامیلم هم انجام ندادم. شما منت سر بنده میذارید. بذارید من ببوسم. بذارید بابا. فراتون شب جان. بله بله. خب میتون برم. ببخشید من کلاهتو از سرتو انداختم. شرمنده شدم. فقط ببخشید یه مسئله ای که هست. خواهش میکنم کسی چیزی متوجه نشه، چون میدونید به هر حال توقع ایجاد میشه و منم تو معذورات میمونم. اصلا کار درستی نیست. شما اصلا خیالتون تخت تخت باشه. من دهنم کاملا چپت و بسته. خب خوبه. من به هر حال دارم میرم سمینار، اونجا بچه‌ها هستن. مسئله شما رو اونجا مطرح میکنم، سعی میکنم که تسهیل در کار و عمل بیاد، ولی به هر حال میدونید که اونجا بچه‌ها بله دیگه میدون. بله شما خیالتون از اون بابت راحت باشه. بله دست شما درد نکنه. سلامت بذارید تا جلوی در بردقه. ممنونم. لطف دارید. نه زحمت نکشید. خواهش میکنم. میخوام تحصیل به کار برمار بیارم. بس یه لغوت گیرون بردارید. نه نه. دست دیگه. خواهش میکنم. سلامت باشید. خدا حافظ. خدا نگهدار. نصف نومه برد. داره مزنه بر اسمینانه. وارد کنم؟ آره آره آره، اول مزنه شو وارد کن بعد اسمینان. بله بله، من یه مورد دارم براتون 150 تومن. یه مورد دیگه هم دارم، اونم بد نیست، خوبه. دیدید این کارتون را میفته، اونم با سر. آخرین بار چی دستشویی بودش؟ بله. من آقای قوازی. برو ببین چی کار کردی. همینجوری صابون انداختی وسط، چی را برمیگیری باز؟ آدم رغبت میکنه دستشو بشوره. من میرم خونه دستم رو میشورم. آقای قوامی کار دفترش تعطیلش نکنید آقا. بذارید من خودم میرم صابونو برمیدارم. خب من اصلا استفاده از صابون ندارم. الکی میگه از صابون. چرا صابونو برمیدی سرش شمزه؟ من استفاده نکردم. سروان
نه یه وقت جسارت نباشه، من اصلا راضی نیستم این پولو دارم از شما میگیرم. حقیقتش اگه دست خودم بود اصلا به شکل کاملا رایگان انجام این حرفا چیه جناب سروان؟ بالاخره شما هم باید یه ذره هزینه بکنید دیگه، خیالتون راحت. من راضی راضیم. نمیدونم، من فقط یه مسئله که باید تاکید کنم اینه که کسی متوجه نشه، بعدم فکر میکنم از این لباس دارم سوء استفاده میکنم. خیالت راحت جناب سروان، آب از آسیاب تکون نمیخوره، از من بپرس. بله میدونم، ولی اصلا اجازه بدید این پولو از شما قبول نکنم. این پولو کجا گذاشتم؟ دلم راضی نیست. پولو کجا گذاشتم؟ حواس ندارم. پولو دنبال پول میگردم. از اونجا گذاشتید؟ من دیدم. آره اجازه بدید اصلا این پولو برگردونم. من راحت‌تر اینجوریام. اصلا حرفشون از اینجا نیست. موشی جان، فقط می‌خواستم این زحمتم به شما بدم. یکی از دوستای دخترم خلافیش اومده، خیلی هم زیاد شده. البته ناقابل خدمت شما. اینم من داره کشه. اینم کارت ماشین. یه جوری سپرش بکنید. دست شما در حق کنید. فقط که واسه میشه جان سرمان. من البته سعی میکنم تو کار شما تسهیل به عمل بیارم. اینم بنده خدا اصلا خلافی نکرده که. خیلی ممنون. فردا خوبه؟ عالیه. عالیه. فقط هفته بعد از اون تشریف بیارید دفتر. البته من خونه تعارف میکنم برای اینکه شما تشریف بیارید منزل شک میکنن. پنج بعد از اون همه میرن. بعد ساعت 7 شما تشریف بیارید که من در خدمت شما هستم. من فردا رأس ساعت 19 دفتر شرکت میرسم خدمتتون با پاسپورت و این قدم. عالیه. خوبی. پس قرارمون ساعت 19. بله بله. خدا کنم. دستتون دستتون. خونه آدم نمیشه. آقا یه دو دقیقه حواسشون باشی، من برم تا خونمون تلفن خونه اشکال به خانومم بگم آزارش کنه و برگرد. آقا جون کجا؟ کلی کار داریم تو شرکت. چه کاری داریم الان؟ هممون که داریم الان مگس میپرونیم که. من مگس میپرونم؟ بله بله. ببینم اگه الان خونت اینجا نبود بازم میرفتی؟ بله بازم میرفت. بعد یه واسه کار رو انجام بده. تو کجا؟ برم پای میزم. از همونجا بگیر من بزنم. سلام علیکم. خوش اومدید. بفهمید تو خیر. خواهش می‌کنم. ممنونم. مزاحمتون نمی‌شم. جناب سلمان عرض می‌خوام، این یه هدیه ناقابل از طرف من به شما. ای بابا. بذارید من براتون بازش بکنم. بذارید من براتون بازش بکنم. بله. خوبه؟ خوشگله؟ بله. تفلک همه جوش هم در به داغونه. باور کنید اصلا روم نمیشه اینو بدم به اون طرف. نه 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 نه. اشتباه شما فهمیدین. اینو من برای شما بودم. یک گلیم قدیمیه. این حداقل یه چیزی حدود 7000 سال خدمت داره. بله دست اینو بگیرید شما. بله. فقط پاره نشه، موضوع باشه. چه دیمه توش هم سوراخ هست. اینجوریش بکنید پاره بشه. این هم که ای بابا نکنید. تو رو خدا این کارو نه. خواهش میکنم. خواهش میکنم بابا. بچی بخم اصلا. بابا الان میدونی چی رو باور کنید اصلا اعصابم خورده. الان یکی ما رو ببینه فکر میکنه من کارم اینه. نه جمسرمان چه حرفی شما دارید میزنید؟ یه هدیه ناقابل برای شما به خاطر اون عملی که شما قراره انجام بدین. فقط شما به بنده بگید که بنده کی بیام بگیرم. بله دیگه به هر حال نون نمک خوردیم و منم اینجوری گیر افتادم. فردا حاضره. حاضرش میکنم. فردا حاضره؟ بله تسهیلش میکنم. تو برام. پس فردا ساعت 7 برابر با ساعت 19 شرکت باغ کسب یاران که کسی توش نیست بنده در خدمت رو هستم. بله بله خواهش میکنم. بفرمایید. مراقب باشید. پوسیده است یعنی عتیقه است موقع خراب. بله بله. بایزنش میکنم. بایزنش. افتاد
من شرکتم. یه دقیقه زنگ بزن رو تلفن آقای قوامی، بگو به سامان بگیم بیاد بالا، من دلم براش تنگ شده. میدونم مدیر عاملم ولی زشت جلوی اینا بخوام خودم بلنشم بیام بالا. مامان زنگ بزن دیگه، مامان زنگ بزن. خب ماما باشه، خدا بسید. خودکارم پیدا کرده؟ بله. سلام سلام خانم، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ عرض فرمایید. بله بله هستن. بگم بیام بالا؟ چش الان چش گوشی داشته بید. سامان جان مامانتونه. باشت کار دارم میرسیم. مامانتونه میگه یه دقیقه بیا بالا کارت دارم. الان گرفتار کار هستم، نمیتونم کار رو ول کنم. بابا جان مامانت داری بهت میگه. باشه من از مدیریتم نمیتونم سوء استفاده کنم. بابا برو دیگه، برو شوی کار واجب داشته باشه، برو حالا. آقای قوامی خیلی خوب بگید داره میاد بالا. ببخشید سوره خانم، بهشون گفتم و الان میام بالا. امری نداری؟ خواهش میکنم. خدا به شما، به سلامت، خدا حافظ. من گرفتار کلی کارم به خاطر شما دیگه. بابا باور کنید من اصلا نمیدونم دارم چیکار میکنم. یه لقمه غذای شما رو خوردیم، این نمکش اصلا ما رو گرفته. نمک پرورده ایم جام سرمون. نه آخه میدونید اعصابم خورده، اصلا خودم نمیدونم دارم چیکار میکنم. این پول خوردن نداره، بذارید پس بدم این پول. نه خواهش میکنم. کجا گذاشتم؟ پولو گذاشتم جیب بالای تو. نه اجازه بدید. نه اصلا جناب سرمون، این هزینه گواهی نام از خدمتتون باشه. هزینه من راضی هستم. من راضی فقط یه مسئله ای که بس مدارکم خدمت. این کپی همون کارت ملیمه، اینم کپی شناسنامه خدمت شما، اینم عکسمه که گفتیم. دست شما درد نکنه، فقط یه مسئله ای که هست، خواهش میکنم کسی چیزی نفهمه، این لباس حرمت داره. این لباس؟ نه اینو نگفتم، لباس خدمت رو عرض کردم. چشم خیالتون راحت باشه، شما دارین در حق من برادری میکنین، مثل یک فامیل، مثل یک دوست. کسی که گواهی نامه رو به یه بچه این میده، ای بابا کمکش میکنه. بعد از شما در فقط جناب سرمان ببخشید، کی حاضر میشه؟ من سعی کردم که تسهیل تو کار شما به عمل بیارم، به خاطر همین احساس میکنم فردا ساعت 19 آماده است، من میارم دفتر شرکت که خلوته. رو هیچ گم نیست. مگه خلوت نیست؟ چرا خلوته، اون موقع ساعت کاریمون هم تموم شده. خب خوبه، پس فردا ساعت 19 من گواهی نامه رو میبینم دفتر شرکت. قربون شما برم، همه کارونت دارم. خواهی پرسیدی چرا برگشتین شما؟ یه سری تلفن و فکس و اینا دارم باید انجام بدم. یام ولی اینجوری به خودتون فشار بیارین خسته میشید، از ما گفتم بود. میدونم. ببینم جمال، تو شام داری برای امشب؟ بله دو تا تخمه داره، همونو نیمرو میکنم میخورم. تخمه چرا میخوای نیمرو کنی؟ بشه بینه بگیر برو برای خود یه دونه پیتزا بخر بخور. آقای برزی من اصلا پیتزا خور نیستم. خب اینو بگیر برو هر چیزی که دوست داری بخور. بیا من اصلا غذای بیرون بهم نمیسازه آقای برزی. بیا اینو بگیر، اونو بنازه زمین، برشو بوری چیز بس خود بخر. باشه برو شده من بفرمی چیده این گوشی ما نمیدنم کجا گذاشتم. گوشیتون که تو جیبتونه که جا قوامی؟ حواس ندارم دیگه.
الو شده آنتن آدم یه بارم میخواد اینجا اضافه کاری کنه، شما هی مزاحم میشین. من میخواستم در خفا اضافه کاری کنم. چون نگاه میکن حتما یه کاری داشتم اومدم اینجا دیگه. من با پلیس قرار داشتم، قرار بود برام یه دونه گواهی نامه ساعت 7 بیاره اینجا. الان شما هستی نمیاد دیگه. ساعت چند؟ ساعت 7. منم ساعت 7 قرار داشتم، قرار بود یه کاری برای من انجام بده. نه بابا، تو چی؟ بابا میگه تو چی؟ تو هم قرار داشتی؟ آره منم ساعت 7 فوش قرار گذاشتم. الان ساعت چندی؟ الان ساعت 8. 8. خون سردیتون رو حفظ کنیم. هنوز اتفاقی نیفت. اصلا هیچی انرژی مثبت بده. خیلی خوب. سلام احمد آقا. سلام احمد آقا. خسته نباشید. ممکنه جناب سروان بگید یه لحظه بیاد دم میدم؟ جناب سروان کیه؟ خودتو به اون را نزن، مستاجرت. منم از ساعت 19 منتظرم کرایه رو بیاره. 19 ببینم احمد آقا، این آدمو تو اصلا میشناختی؟ این کی بود بتونه بهش ندی؟ از کجا آوردی اینو؟ من دم ترمینال دیدمش، دنبال جا میگشت. ترمینال؟ ولی نگران نباشین، لباساش اینجاست، میادش. برو کنار ببینم، برو تو، برو برو کنار ببینم، برو کنار ببینم. با فرشم بچه فرشم بیمونه 150,000 تومان پول ها دیر نشد بیمونه پیش جناب سروان. بابا دیوارو کتو. بچه از کجا بیارم؟ بابا ما چند کرا میدی توی خونه؟ پول منو خاپولی کرد رفت، پول منو خاپولی کرد رفت. اینکش محض خیال و واقعیت در هم میپیچد. یک دیوانه از من گریخته، ترحم را نمیشناسد، حسادت را درک نمیکند. در خشاب سینهش انبوهی از خشم وجود دارد. کیست این مرد؟ اورسون ولز نشانه غروری است. بیا 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 بیا. کی بود این مرد؟ پول منو برد. این پول منو کی برد؟ من نمیدونم سن همه شما رو اگه رو هم بذارن فکر کنم باید اندازه یه بچه نمیفهمین. ما رو میگین جناب سرور؟ بله آقایونو میگم. آخه هر کی با لباس نظامی بیاد جلوتون باید بهش اعتماد کنین. اولا یک مامور واقعی با شرافت اینجور کارا رو هیچ وقت نمیکنه. دقیقاً. دوما هر ستاتون به عنوانی که رشوه دادین میافتین تو بازداشتگاه. جناب سرور، جناب سرور، جناب سرور، یه لحظه دیگه یه اجازه بدید. چی دروغ چی بود ماموره؟ شما که واقعی هستین، شما که می‌خواستین رشوه بدین. نه ما می‌خواستیم جناب سرور ما گول خوردیم. سر ما رو کلا گذاشتید. ما گول خوردیم. سر ما کلا گذاشتید. جناب من واقعیتش اگر جناب سروان ما سیاخوزو دستگیرش کردیم. این آقا تو خیابون داشت از یه راننده کامیون با لباس راهنمای رانندگی اخاذی میکرد. همین الان آوردیمش. بیارش تو ببینم. جناب سروان خودتون ملاحظه کردیم. اون هم سینی نگیرید. جناب سروان اینا استاپ بدارش. اینا خودی همینه. خودی من شکایت دارم به خاطر اینکه منو به زور نمگیر کرد.
کردم. با تشکر. ساکت تو اصلا حرف نزن. با لباس مقدس نیروی انتظامی از مردم داری اخاذی میکنی؟ بلایی به سرت میاره که مرغان آسمون به حالت گریه کنن. مرسی جان شما دست. انا رکیش لباسش از تنش در میاری میندازش بازداشتگاه. ممنون جناب سرمان. دست شما. به افتخار جناب سرمان. جناب سرمان. بازداشتگاه. جناب سرمان با عزتون دیگه قبول زحمت کنید. شما همگی بازداشتگاه غیر از احمد آقا. ما برای چی جناب سرمان میگم؟ ما رو که جناب سرمان. 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 جناب